بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی میگن بنزین قراره بشه 25 زار تومان و این رو یکی از کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اما من خبرهایی دارم که احتمالا ایشون بیاد توی مناظره امشب این رو کتمان بکنه قبل از اینکه فرصت کتمان به ایشون بدیم بریم یه کلیپ با هم ببینیم نه ترسید بنزین هر قیمت کارشناسی بشه انشالله خواهید دید آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میفته به از... من فکر کردم مثل روحانی میخواد بگه آنچنان رونق اقتصادی ایجاد میکنیم دیدم ای بابا نه آنچنان میخوان جا بندازن اصلا نفهمید از کجا خوردید آبان 98 بود یه شد ولی این دفعه مرگ تدریجی یواش یواش اول حرفش مطرح میکنن جا که انداختن ذهن شما که آماده شد بنزین بشه 20000 هزار تومان 25 تومان اصلا آزاد به قیمت دلار 60 هزار تومان و 60 هزار تومان خب خلیج فارس هر چند همون قیمت راحت جام میندازیم متو عجله نکنید میام تو تلویزیون میگیم سخنرانی میکنیم من میگم اون یکی تکسیب میکنه اون یکی تکسیب میکنه من دوباره میام یه چیز دیگه میگم ولی جا میندازیم که راحت 25 هزار تومان رو بپذیرید گازوئیل برق فلان فقط بنزینم نیست گازوئیل برق فلان تو این فلان میتونی آب و جا بقیه چیزا رو جا بدی یعنی راحت همه رو میبریم بالا میخوایم رشد کنیم دیگه عدد که بره بالا نشانه رشده مون تا این طرف چه اتفاق میفته زیاد مهم نیست به مردم فشار بیاد مثلا ها که هم موجب رضایت مردم میشه هم موجب آبادانی کشور راضی میشید بنزین بشه 25000 تومان همه شما راضی میشید اونایی که ناراضیان زیر همین ویدیو کامنت بنویسن اونایی هم که راضیان بنویسن چند درصد راضیان که بنزین بشه 25000 تومان خب ان شاء الله ببینید آزمون های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان ان انجام خواهند داد آقای پزشکیان قرار بنزین رو ببره بالا بنزین گازوئیل برق و بقیه چیزا من این توان رو آقای آقا مسعود می‌بینم ما هم میبینیم دولت دوم روحانی تونست دولت سوم روحانی هم میتونه مگه دولت سوم قرار عقب گرد کنه پیشرفته تر هم میشه اونا اگر مثلا کردن هزار تومن شما بکن هزار تومن همونطوری که اونا دلار رو از سه تومان کردن سی تومن شما از 60 تومان بکن 600 تومن مثلا یه میلیون دلار یه میلیون باشه ها اشکال نداره که شما میتونید توانشو دارید اما بریم نظرات مردم رو هم ببینیم با هم دیگه 5 6 بازش کن خبر فوری قیمت بنزین 27 هزار تومان شد. 27 هزار تومان شد. بدبخت شدیم میگه. بعد وقتی دوباره 25 هزار تومان یک لیتر بنزین یعنی بعد وقتی 8 برابر شده دیگه. قانون مثلا 3 تومان بشه 25 هزار تومان میشه حدودا 8 برابر. 8 که مگه چقدر 8 بر... دلار 10 برابر شد چی شد؟ تو دوره حسن روحانی دلار شد ده برابر چیزی شد کسی نمرد که شما ماشاءالله همتون سر گنده زنده اید داری زندگی میگه نفس میکشید حالا بنزین یه قلمه دلار که رو همه چیز تاثیر میذاشت حالا یه بنزین بشه هشت برابر به کجا میخواد بر بخوره چرا الکی تولید ناامیدی میکنید حرفی ندارم من خودم بلیت 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 سه هزار مشکل داشتم دیگه با 25 هزار تومن واقعا دیگه نمیشه کاری کرد ایشون دیگه خیلی سخت گرفته دنیا رو دیگه سه هزار تومان هم براش سخت بوده خب شما اصلا رای نده خب ببین یه چیزی بهت بگم این نیست نیستا میبینیمش بنزین گرون سی میشه سیب زمینی گرون میشه میشه اجاره خونه همه چی گرون میشه الان شاید به این پیرمرد بنده خدا بخندید بگید آقا بنزین چرا رفت مثلا به سیب زمینی و گوجه و خیار و اینا داره بله برادر من رب داره شما وقتی هزینه تمام شده جنست میره بالا خود جنس هم تاثیر میذاره دیگه. ام میدون تربار نیسان میگرفته 500 هزار تومان مثلا ببر اسلام شهر بار خالی کنه 500 کیلو بار خریده بوده حالا سیب زمینی بوده پیاز بوده گوجه بوده خیار بوده هرچی بوده این سری باید مثلا 4 میلیون کرایه بده خب این 4 میلیون رو میکشه رو اون جنسه دیگه یارانه که به شما نمیده که تأثیر داره اگه ما بخواد 25 شما بگیریم این مردم چجوری بتونیم کرایه بگیم. مثلا از میدون اعدام تا بازار موتور میگرفت سی تومن الان میگیره دویست پنجا تومن چیه مگه دویست پنجا تومن میدی از میدون اعدام تا پونزه خورداد و میری دیگه دو قدم راه حالا دویست پنجا هزار تومن هم کرهش چیه مگه چرا به ما که همه چی داریم تو مملکت چرا باید باید تومن چرا, به چرا آخر؟ دولت خرج داره برادر من اگر این کار رو نکنه تو دور قبلی آی روحانی 535 هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورد انداخت کردن شهید رئیسی خب اون اگر بنزین رو زیاد گرون میکرد مجبور نمیشد این بدهی رو بجا جا بذاره. از جیب مردم برمیداشت داشت خرجه بالاخره اتینای دولت میکرد دیگه اما چون فقط تو بورس دست کرد تو جیب مردم دیگه نمیتونست دیگه. مثلا دو بار دست بکنه تو جیب مردم دیگه این کار نکرد اون بدهیمون مال دولت بعدی دولت بعدی با فشار و سختی کار و سنگینی کار رو پیش برد مردم الان میگن ما ناراضییم آقای رئیسی چی کار کرد دستاتی های رئیسی 9000 کارخونه رو احیا کرد کارخونهایی که تو دوره های روحانی تعطیل شده بود یارانه رو 7 تا 9 برابر کرد دلار از 30 شد 60 یعنی دو برابر شد اما تو دوره ای روحانی 10 برابر شد 3 شد 30 تومان خب بالاخره دیگه الان اینجوری نمیشه ما همه چی داریم که باید خرجم داریم دیگه دولت باید خرجشو در بیاره حالا الان آیه پزشکیان بیاد باید بالاخره یه جوری خرج دولت در بیاد چون اینا که برنامه ندارن بدون برنامه میخوام برن جلو همینجوری الله بختکی ببینید چی میشه تو بدون برنامه گیم شما هزینه میره بالا اگه برنامه داشته باشی میگی آقا این کارو میکنم این کارو میکنم این کارو میکنم انقدر بودجه میخواد انقدر مثلا هزینه میکنیم انقدر اینجوری میشه خروجیش میشه این اما وقتی برنامه نداری الله وقتکی میری جلو ا خب الان اینجا یه پروژه داریم پول نداریم چیکار کنیم آ بنزینو که گرون کرده بودیم از افزایش ما با تفاوت قیمت اون بیاد این پروژه رو مثلا انجام بدیم تازه اگر پروژه انجام بشه ها این خوشبینانه ترین حالت شو گفتم چقدر جوان همون کشته شده به خاطر اینکه گفتن مسئولی گفتن ما هم خودم سو به فهمیدیم هه هه آی روحانی رو میگن دیگه هه من هم سو به جمعه فهمیدن عصبی شید چه نارد نمیشیم چه نمیدونی خواب تفکر <تص> رو من خوب موقع که من 25 دادم من مسافر 50 تومن بشه 100 هزار 150 هزار خب من بر من نمیشه به من من مثلا میام خریدم گرونتر کردم همه چی بنزین دیگه برادر من من مجبورم بیان با تو موتوری برن زود برسن میان اتوبوس سوار میشن حالا یه ذره اتوبوس دیرتر میرسه ولی بالاخره میرسه دیگه این همه پول به تو بدم مثلا مسیر 30000 تومن بشه 300000 تومن خب نمیده میره یه بلیت شرکت واحد میگیره البته حالا بلیت شرکت واحد هم گرون میشه اون موقع بلیت اتوبوس همگانی فلان اینا میشه ولی هزار میشه 20000 تومان مثلا 300000 تومان که نمیشه با اتوبوس میره میاد خب حالا مشکل اتوبوس رانی داریم اتوبوس کم داریم مشکلی نیست دولت میاد ناوگان حمل و نقل عمومی رو تقویت میکنه هی تون تون اتوبوس میسازن یا اتوبوس وارد میکنن حالا پولم نداشته باشیم اب نداره وعدهشو میدیم به مردم که مردم سب کنید با موتور مثلا با اسنپ و تپسی و فلان و با آژانس نرید اینور اونور سب کنید ما اتوبوس میخوایم بیاریم با اتوبوس برید بیاید امنتره درسته دیرتر میرسید اما ارزونتر راحت امنیتش بیشتره بالاخره آره دیگه میرید میرسید ولی سب کنید تا یه پولی بیاد تا ما بتونیم بریم اتوبوس وارد کنیم تا شما برید سر کارتون آره برید سر کار بتونید حقوق بگید بیاید زندگیتون رو بچرخونید همین قدر راحته شما پیچیدش دارید میکنید رو همه اثرات میذاره رو مسکن اثر میذاره رو کرای ماشین اثر میذاره رو پول درمان اثر میذاره دا... اه. آقا داری یه چیزی میگی یا این آقای پزشکیان با سواد فوق تخصص قلب رو پزشکی دیگه تاثیر نمیذاره حداقل تو این یه موردشون تخصصش رو داره تهمت نزنید دیگه حالا رای نمیدی نده ولی این که میخوای بچسبونی به آقای پزشکیان که تعرف های پزشکی اینا هم گرون کنه نه ایشون همون زمانی که تو وزارت بهداشت بود این کار رو کرده تو چند تا برنامه قبل نمودارش هم نشون دادم همون موقع بالاخره این کارا رو کردن تعرف ها رو بردن بالا و اینا دیگه یه بار دیگه مگه روحانی ده بار دست کرد تو جیب مردم تو بورس یه بار گرفت بالاخره آره تمام اجازه بدید این یه دونه رو از شما قبول نکنم ایشون آره تو این زمینه به دارو اینا نمیذاره برسه انشالله مثل همون سری قبلی که طرفا رو بردم حالا این سری انشالله نبرن بالا او اثر میذاره به نظر شما تهر بنزین 25 هزار تومانی برای کدوم یکی از این نامزدهای انتخاباتیه یکیشون گفتن شما میگین و گفته گفتن اشتباه من حس میکنم آقای جلیلی باشه آره بابا هر چی اصلا تو این مملکت هر اتفاق منفی رو می‌خوای شما ربطش بده به جلیلی لولو سازی کن رقیب حراسی کن چون خودم برنامه ندارم هر چی چیز منفی است بیچ اسمم به جلیلی که مردم به اون رأی ندن و چون به اون رأی ندادن من بشم رئیس جمهور بعد اون موقع پدرتون رو در میارم صبر کنید هیچ کدوم رو دنبال نمی‌کنم حتما آقای قالیباف اه... ایشون کلا اصلا فکر کنم تو باغه چیز نبودن انتخابات که مثلا دور دوم رفته و اینا جلیلی جلیلیه دیگه به جز جلیلی کی میتونه بنزین رو 25 هزار تومان کنه البته این به این معنی که بنزین در آینده 90 گرون بشه قطعا گرون خواهد شد جلیلی هم بیاد بنزین گرون میشه اما چه با چه ساز و کاری و اوایدش چه جوری به مردم برسه این خیلی مهمه که حالا تو طرح وان شاید اینو توضیح بدم من به نظرم نشده بودم این رو تو اصلاح نم نم جام این میندازیم قیمت بنزین آقا البته های عبدالعلی زاده گفتن رئیس ستاد های پزشکی های که کم کم اونو جا میندازیم الان کلیپشو بهتون نشون دادم نه یه ها هم بگیم ما دیگه اصلا همه چی رو پی به همه چی رو به چندمون مالیدیم هر کدوم گفتن اشتباه من نمیدونم که گفته بفلا پزشکی ها میگه ولی زلیلی همچین آدمی نیست که به خاطر مردم این همه تورم داریم این هم بیاد روش پزشکی هم مثل این که گو اگر اشتباه نکنم درسته؟ ولی من خوبم هم به آقای پزشکی هم دادم اگر اینجوری دور دوم نمیدم اصلا رعی نمیدم تو برنامه دیروز به دوگانه معیشت و شهوت اشاره کردم دقیقا کار کردش همینجاست یعنی اون تیفی که اصلاح ها رو میپسنده اینا میان بهشون وعده هایی مثل آزادی و مثل برداشتن نم فیلتر و این حرفا میزنن که اصلا تحت اختیار دولت نیستین یعنی مجموعی از عوامل هست که مثلا فلان سایت فیلتر میشه دست دولت نیست که دولت بیاد بگه من نمیذارم فیلتر شه اینا وعده های پوچه شعار های تو خالیه اما از این طرف به بهانه آزادی و کنسرت و فلان و اینها رعیه رو میگیرن از مردمانی که اتفاقا اونها هم اسیر مشکلات معیشتیان اما با این وعده هایی که گفتم دوگانه شهوت معیشته اون نگاه شهوانی ذهن انسان رو تعطیل میکنه تخدیر میکنه وقتی اینجوری شد فقط و فقط به این فکر میکنه که به فلانی رأی بدم چون وعدهشو داده یعنی علا رقمی که مشکلات معیشتی هم داره اما اسیر اون شعارهایی میشه که به نوعی قرق در شهوته و وقتی اینجوری شد ذهن دیگه به اون معیشته اصلا فکر نمیکنه در وحله اول به اون شعار فکر میکنه که پشت اون شعار بیهس کردن مردم بیخیال کردن مردم و دور کردنشون از حقیقت نهفته است یه از حقیقت زندگی دور شو حالا بنزین گرون شده فلان شده تورم هست معیشتت به سختی افتاده اینا رو کاری نداره وقتی از اون فاصله گرفت دورش کرد از اون رأیو که گرفت حالا چهار سال بود دنبالش آقا شما گفته بودین اینجوری معیشت ما به مشکل خورده ندیدیم آزادی میدیم دیگه تک تکشونو دقیق نشناسم کنم بای آخوندی رو با ازی رو آقای نمیدونم آقای زریف رو آقای جهرومی رو تک تکشون رو قشنگ میشنسن ایون نشین ها اشرافی نشین های در همین برزی این پیره گروه کردن فاند اون طرف بگم دیدان بازر آزاد ولی همون بیش ازاد رو همون بله شما صدای آی پزشکیان رو شنیدید که زمانی که دلار 20000 تومان بوده این حرفو زده گفته قیمت بنزین باید بشه 20000 تومان 25000 تومان اما آقای پزشکیان بنزین رو باید تقریبا 70000 تومنش کنه با توجه به این افزایش قیمت دلار دیگه از تومان شده 60000 تومان سه برابر شده حالا اون 25000 تومانی که ایشون مدنظرش بوده میشه 75000 تومان قیمت بنزین لیتری 75000 تومان من دیدم دوستان دارن میگن 25000 تومانی غلطه این مال زمانیه که دلار 20000 تومان بوده سال 1400 فکر میکنم آیه پزشکیان این حرفو زده بود که به قیمت بازار آزاد بازار آزاد الان فوق خلیج فارس مثلا یه دلاره میشه 60 هزار تومن اگر بالاتر باشه پایین تر باشه دیگه بر اساس اون قیمت دلاره. شما این 20 هزار تومن عدد ریالیش رو در سال 1400 شنیدی از های پزشکیان الان 1403 سیم دلار 60 هزار تومنه بر اساس دلار داره میگه شما میگه قیمت بازار آزاد دیگه قیمت بازار آزادم با دلار قیمت گذاری میشه بنابراین منتظر قیمت هفتاد هفتاد و پنیزار باشید با توجه به حرفایی که خودشون زدن یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون